به نام خدا هنر جیان عزیز سلام موضوع درس این جلسه بردار و ویژگی های انواع بردار است لطفا تا انتها همراه باشید ابتدا دستگاه مختصات دکارتی رو یه بار دیگه با هم مرور می در صفحه دو بودی نام این دستگاه مختصات از نام ریاضیدان فرانسوی رن دکارت که این روش را کشف کرد گرفته شده است تعریف بردار بردار پاره خطی است که طول آن متناسب با مقدار آن ترسیم می شود و جهت آن توسط پیکانی که در نوک آن ترسیم می شود نشان داده می شود انواع بردار بردار لغزان بردار ثابت بردار همسنگ بردار زوج بردار مخالف بردار یکه و بردار نیرو بردار لغزان برداری است که اگر در راستای خود جابجا جا شود اثر آن بر تغییر نمی کند مثل شکل بالا بردار F در شکل دوم باز هم کامیون رو به همون سمتی حرکت میده که در شکل اول میداد بردار ثابت برداری است که مکان معینی را در فضا اشغال می کند و نمی توان آن را جابجا جا نمود چون با جا کردن آن اثر آن بر جسم تغییر می کند. شکل بالا توجه کنید اگر دو بردار را برابر در نظر بگیریم اثری که بردار بالایی بر سر انسان می گذارد با ضربه ای که بردار پایینی با همان مقدار و جهت به پای او وارد می آورد متفاوت است. بردارهای همسنگ دو بردار مساوی موازی و همجهت را بردارهای همسنگ می نامیم بردارهای زوج به دو بردار مساوی موازی و مختلف الجهت بردارهای زوج می گویم. دقت کنید تفاوتش با بردارهای همسنگ در مختلف جهت بودن بردارهاست بردار مخالف دو بردار مساوی همراستا و مختلف را بردارهای مخالف میگویند بردار یکه برداری که مقدار آن برابر واحد است را بردار واحد یا یکه می نامیم. بردار واحد روی محور ایکس ها را با نماد آی و روی محور ایگرگ ها را با نماد جی نمایش می دهند. بردار نیرو بردار نیرو برداری است که علاوه بر مقدار جهت و راستا دارای نقطه اثر نیز می باشد همونطور که در شکل بالا هم می بینید نقطه A نقطه اثر بردار F است